خانم ها و آقایون خیلی خوش آمدید. از اینکه دعوت صادقانه بچه های ما رو پذیرفتید متشکرم. جشن امروزمون به جهت قدردانی از همکار عزیزیه که سالها دوش به دوش ما خدمات ارزندهی در امور خیریه داشته. این همکار صمیمی با وجودی که تمام وقتش صرف پرورش نونهالان بوده، با این حال توانسته دختر شایستهی پرورش بده که با صدای دلپذیرش به جشن های ما رونق داده. هنگامه کاری صورت بده، سفت و سخت چسبیدی به اون بد مصب که چی؟ پاشو چمدونا رو جمع کن. الان تموم میشه مامان، به هما بگو. بله دیگه، تمام این خرحمالی های خونه مال منه. تو دیگه زیادی بر نظر آب زیرت دار. پانو بار خدا چه زبونی هم داره، از بدشانسی یه پدر سوخته هم پیدا نمیشه دستشو بگیره ببره خیال منو بدبخت راحت کنه. حالا بیخی گیستتون چسبیده. نه اینکه خواستگارای تو پشت دست زد کشیدم. بس کنین، چه خبرتونه؟ مگه خار شدی؟ خواهش میکنم یکیتون برید اون در رو وا کنید. اگه گذاشین که دکه حال کنم چپ و راستای آرد میدم. خافه خون بگیش سر من داد میزنی. هره خب رفتم، رو خاک بریم. کجایی؟ این دو ساعته دارم در میزنم. داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم، خانده باشم اون خانده خوشگله داریم. زود بیا. ای وای تموم شده. نمیفهمم تو رو سیه. ننه اومدی؟ سلام علیکم آشانو. تو این جیر و دیار اسبوب کشی چسبیدی به تلویزیون؟ سلام خانده دار. علیکم. قربون قد و بالای رشیدت برم. بگو ببینم عبدالشیر یا روبا چطور؟ مگه ابا
مگه قرار نیست به درجه بدن؟ من که چیزی رو آسیبت نمیدیم. سال دیگه. خب شما حد نزنید. بگه این لباسا رو. من جمع کنید. زود باشید. حالا سیاحت کن ننه. درجه رو. وای یاری فرکوره. مادر. خیال کردی همینجوری درجه میدن. بالاخره یک خط رو گرفتیم. حالا ما شده دو خطی. من به همه همسایی ها گفته بودم که تو درجه میگیری. آخه تو چونه نمیخوایی دست از این کارات برداری؟ به مردمم چه؟ با توقع داری لالمونی بگیرم؟ اصلا میدونی چیه؟ من هر کاری دلم بخواد میکنم، مگه عیب و آره؟ نه حاج خانم، نه نوکرتم. حالا که قراره بریم بالای شهر، خوش دارم تو محل جدید دست از این کلونتر بازی برداری، سر به سر کاسمای محل نذاری. آخه ما آبرو داریم، مردم یه ممدلی خان میگن ده تو ممدلی خان از درشون میریزه بیرون. خانده داشت، تو محل جدید میتونم تابلو بزنم و خیاطی بکنم. تابلو بزنی؟ آره. با کدوم جواز؟ خب کی میفهمه من جواز دارم یا ندارم؟ من خودم، استوار یکم ممدلی خان. وانگهی ما احتیاجی به این حرفا نداریم، یه حقوقی میگیریم، دو تا واند داریم، به لطف حق دخل و خرجمون جوره. تماشا کن تا رو خدا، مردم هیچ کارن و هزار جور کار واسه فک فامیلشون درست میکنن، اون وقت داداشم استوار داش. خونه جدید که میخوایم بریم از دانشگاه خیلی دوره. دی 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 عطاری بیمزه. قیافه رو نگاه، عین دلکای ژاپنی. نصف را خودم میبرمت، بعدم دو کورس اتوبوس سوار میشی. چه نزدیک. بگی بگی اینو بدوز بینم. بدوزم کجا بدوزم؟ بدوز رو آستینم ببینم راستسی خیاطی یا دیپلم تو هم مثل بعضی دیپلمای قلابیه. برو برو خیلی جنگی به چسبون، میخوام ببینم چه شکلی میشه. اول اندازه بزنم. شرطی که تابلوی خیاطی منو بگی. خیلی خوب. بوری مگه من کورم؟ شما که چش دارید جه مبدلی خان؟ یاد دروایه ما چی میگی این وقت روز؟ سلام علیکم خانم. سلام، حسین کجاست؟ والا ماشین برده داره سرویس. خب حالا بگو ببینم چیکار داری؟ دخلشو داد بعد بدم به شما. بفرمایید قربان. امروز یه خلافی هم داشتی. با خلافی دیگه واسه چی؟ والا مسافر سوار کردم. تو غلط کردی، مسافر سوار کردی. صد دفعه بهت گفتم مسافر سوار نکن. اگه سوار نکنم که دخلم زور نمیشه. جهنم جور نشه، من دخل غیر قانونی نمیخوام. خلافیتم ببر بده استوار ربانی، بگو مال فلونی. چشم. داداش نمیدونی تو این شیش ماه که نبودی چقدر دلم واسه تنگ شده بود. خنده داشت، فقط دانشگاه تمومه بکن دکتر بشو، کاری به پول در آورده نمنم نداشت. من که راضی نیستم. سلام آقا رزا جان، حالی چطوره؟ تو چطوری؟ مخلصم که نبایی دکتر آینده. بگیم پایین شیش ماه ما اینجا این تو پوجایی گمه اینجا اونجا داهیتان آبادان رفته بودم جنس بیارم. خب پس الحمدلله کاروبار شکسته جان. بده که نیست، مخصوصا آب خونه کیم خورد اینجای شما خالی، هرچند دوستان به جای شما بودن. ای بابا به نظرم هوا خیلی گرم بوده. هوا بد. بله منظورم اینه که کاروبار بد نیست، یه لقمه نون و پنیر توش گیر میاد. میدونی رفیق کسب و کار ما یه کار بیشتر است. دوام رضا جان فقط آرزو میکنم خدا با کسب و کار زیبا تو برکت بده دیگه. قربونت برم پسرم، باز تو که ما رو خجالت دادی. اختیار داری ننه، دشمنت داری خجالت بکشی. هر کی ندونه خیال میکنه پول مفت گیر میاری، دیگه نمیدونه شیش ماه میره ولایت غربت، وقت اینطوری ولخرجی میکنی. حالا بیا بشین خستگی تو در کامل. شما رو نداره، میخواستم با کامون بیارم، به اشکال برخورد، خودم آوردم و خسته شدم و تمام دندام قاطی پاتی شده. نگاه کن یه لبدم به مالا بکنه. داداش من شماره که گفتی تلفن کردم اما کسی گوشی رو برنمیشه. قربونت دستت نکن، باز با خودش زیاد کار ندارم. معامله مربوط به اموالش امشب باید انجامش بدم. ابا میخوای بری رضا جون؟ آخه من واسه خورش قرمه سبزی. ای بابا بذارش رو اجاق ساعت سمیم، حالا باید برم مقدمات کار رو به راه بکنم. با اجازی. یعنی میخوای تا ساعت سه کار کنی؟ یه وقت ممکنه اشکالی پیدا بشه تا ساعت پنج طول بکشه. خوبیش اینه که تو محل خودمون انجام میشه. خدافیز. سلام داشت. درش بیار میمونه بدترکیب. چی گفت این لباس رو تنت کنی؟ چه بد اخلاقه. درش بیار. بس که تو افا آره بگی بخواب برو آره بخواب صحبه اسمو کشی داریم آره چمه این غلط ها تو رو سیایی باز کرده تو چیستی گرفته مثل که بالشت چه خبره هر خبری یکی خیلی خبره باز امشب برم ببینم کجا میخوام برم چی کار باید بکنم با کی طرفم روز چه خبره شب چه خبره آخه ما در ساعت یکی بعد از نصف شب که دیدن نداره
اینو میگن از دیوار راست بالا رفتن. البته چیز خوبی نیست. نباش مادر جون، تو خودت میدونی کار من شبا دیر تموم میشه. آخ ای شب نشینی ننم میخوری شبایی که تا دیر وقت میشینه ها. چیزی یادم نرفته ای؟ ما دلم خوب مامونم بیدار میشه. بیدار میشه چه ای بیداره؟ کاش مامونم باید کنسه باید حالا میگیرم ایت تا ماچت نکنم بیرم نمیخوام مگه زوره. آره که زوره حالا میبینیم شرطه بایدیه بایدیه ناراحت نیستی؟ قالیچه‌مونو بردن. بله قالیچه سرکار رو دفته قالیچه ما رو برداشت. تینه مردی با 6 میلیون عیبه سری ولی تینه بله فقیر ولی جدا از اون مردی ساخته انده که به درد هیچ کاری نمیخوری. آنه خودم نیست داره بکنم. آنه خدایی
رضا توی سلام قربان تو برم، تو کجا هستی اصلا؟ یه معامله رو پخته کردم، قراره تمومش بکنم، میترسم طرف جا بزنه. فعلا خدافظ تا بعد. وایسا کاره دارم، وایسا تاکسی میگیرم برات. تاکسی آقا، تاکسی نگه داشت تو من سرخیا بود بیچاره، قبول کرد. تو من چه تاکسی مجانی برو، هر جا میگیرم خدا حفیظ. بی حرکت دست باش کلم سرکار، بی هوا نیا جلوی بختی تی زدم. من دست باش من خوب آقا قربان تو برم. سلام عرض کردم قربان. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ قربان خوبی؟ بینم شما کیشی که این محلی؟ بله قربان، بندم. چند ساعت اینجایی؟ یه دو ساعتی هست، قرابول بعدی الان میرسه. یه آدم مشکوک که لباس مشکی تنش باشه این وران ندید؟ بله در بخش من آدم مشکوکی وجود داره، فقط آقا رضا یه رادیو سازه که الان بارانی تنش بوده. نه اون بارونی تنش نبود. خلاصه خیلی مراقب باشین. بله ببینم سرکار ممدلی خان دوز بگیره معروف که هیچ وقت اصله نمیبنده، شما اینجا قربان تو برم. ببینم از فردادی تو بخش ما دشیف داری. سلام قربان. آه سلام محمد علی خان، حالت خوبه؟ به لطف شما. خانم والده چطور هم؟ به لطف شما قربان، همه خوبن. به تبریک میگم محمد علی خان، درجم که گرفتی خوبه، آفرین. از انتخابت به این کلانتری خیلی خوشحالم. متشکرم قربان. ما به وجودت احتیاج داشتیم، مخصوصا امروز. بندم خیلی خوشحالم که با زیر سایتون خدمت میکنم. مگه اتفاقی افتاده؟ آره چند سالیه که تو این کلانتری هستم، ولی دیگه اینجوریشو ندیده بودم. چه جوری جناب سرهنگ؟ دیشب 6 فقره دزدی داشتیم که بی سابقه بوده، هر کدومش هم به یک نفی، مدرکی هم ازشون نداریم. فکرشو نمیخواد بکنین جناب سرهنگ، به پاگونتون قسم دستبند میزنم میارمشون خدمتتون. این پروندهشه، با افسر نگهبان بررسی کنید شاید چیزی دستگیرتون بشه. اطاعت بشه قربان، امری نیست. متشکرم، با اجازه. جناب سرهنگ باور کنید ما اصلا نفهمیدیم دوز از کجا اومد و چطوری رفت. بفرمایید. ادامه بدید. والا یه دفعه یه صدایی اومد، وقتی بلند شدم دیدم قالیچه نازنینمو برده. جناب سرهنگ قالیچه خیلی قیمتی بود، از پدر بزرگم ارث برده بودم. نفهمیدم چطوری قالیچه رو برد. شما روی قالیچه خوابیده بودید؟ خیر قربان، رو تخت خوابیده بودیم. از شما چی بردن؟ یه خورده جواهر و یه مقدار پول نفت. جناب سروان خونه ما رو هم زدن. چی بردن؟ همه چی، اسباب توالت، پیرهن زری مخصوص شب، زیرپوش، جوراب، چکمه، خلاصه همه چیزای زنونه رو بردن. خیلی زنونه، نمیدونم اینا به چه دردشون میخوره. خدا ذلیلش کنه، هر کی از خیلی فرزه، عین باد میدوه. عین مرد 6 میلیون دلاری بود. خب خانم آقایون شما بفرمایید، ما پرونده رو تکمیل میکنیم میفرستیم به مراجع قضایی. بفرمایید میتونم برم؟ خدافظ. بفرمایید. ببخشید سرکار، یعنی ممکنه دزد پیدا بشه؟ بله پیداش میکنیم. متشکرم. از این ریش و پشم سفیدت خجالت بکش، بفرمه اینم کلانتری چی برخواه میبینی اتابتو میرسن؟ با من این؟ بله با تو هم گلش رو خیلی بیرم خانم جن اینجا کلانتری اقلی چند کار بارگاه خجالت بکنم دیگه رئیس نمیفهمم چی چیره، من باید اجازه بدم تو بری پیش رئیس آخه. چی کار؟ حرف ندن چشم درمی خانم جن وایسه بیرم نفهمیدم. سلام عرض کردم قربان. قربان این خانم زده با کفشلنگه دوتا دندان این مردگر شکسته، حالا این مردگر آمده کرای دندان آمده شو میخواد قربان. ای برشون شما هفته شالا کنه، نزه سر صدا کنه. بیین چی ببینم. یه دقیقه اجازه بدین، مگه من سفارش نکردم تو این محل قشق قرق راه نندازی؟ آخرش دست گل به آب داده. یا خیلی چه وضعیه؟ چیکار کنم خیر نایده، میخواست پیاز کیلو 2 تومن 5 تومن بفروشه. مگه تو بازرس خونه اصنافی؟ سرکار خدایی بود من رسیدم، وگرنه این خانم کلک مردگر کنده بود. دندونام ترک خورده، دیگه نمیتونم آی پیاژی رو خوب تلفظ کنم. خب با درک اسفل و سفلی قده ننه من غریبان در نیه. باید همچی میزد پیاز فروختن یادت بره. خیلی خب بسته دیگه، من که اینجام تو خونه هم. خیلی خب ببخشید قربان، مگه شما این خانومه رو میشناختی؟ بنداز بنداز، یه نسبت دوری داری. جهنه من؟ آره مادر و پسریم، اون سرتقم آبشیمه. این پسرمه، حالا اگه جرعت داری زبان برزی کن پسرمه. خدا گردن منه بشکنه دیلهی قربان، پس ما خانم والده ایشو منه جلب کردم آوردم کلندری قربان. باروای خاک پدر مادر من نشناختم. تو به وظیفت عمل کردی، منم بودم همین کارو میکردم. به پارتی ما رو باش دست خوش بابا. پارتی بی پارتی
هرکی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه. مگه هرکی پارتی داشته باشه میتونه هر غلطی بکنه؟ اصلا که اینطوره ما شکایتی نداریم سرکار. قانونه، حتی اگه طرف مادرم باشه میتونی شکایت کنی. من علی این حرفا نیستم. قربان اجازه بده من خودم پدر میانی بکنم موضوعم فیصله بده. آقا جان گفتم من شکایتی ندارم، من کار زندگی افتادم. تو شکایت نداری، من از دست شاکم بلد نمیشدم. آج خانم کوتا بیا، اون ول کرده تو ول نمیکنی. بابا جون پول دندون آریا شده. قابلی نداره سرکار. نه جونم بگی خدا به شما برکت بده سرکار. نگه با اینا میتونم. نه 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 من تنها نمیرم، اگه برم بازون میزنه بقیه دندونام هم خورد میکنه. خیلی خوب سرکار خودت برسونش. برو ببینم. میکنم قربان ربیوف بریم ببینم با اون بوگنده پیازت. برو ببینم چه پرویه ماما، پیاز فروشه دیگه. بیام بری خونه. بیا اینجا که قربان اجازه بفرما والدی و همشیره رو بده. نه خیلی لازم نیست، شما بفرمایید سرکار. بیاین برین. آخ بیام برین دیگه. بریم بیرون، مگه اینجا خونه خاله است؟ بریم بیرون. ای با این چرا همچی میکنی؟ سرکار بله آقا بیا اینجا ببینم. بابا من رو بابا خودمو میریم چه افادار. بابا خدا بخشت من بیرون بیرون. دیشب کجا بودی آقا رضا؟ هنوز نیومده هوایی شدی؟ شیش ماه یه عللی بس نبود؟ آخر عمرم کمه، ولی قول میدم که کاری تو لنگی نکنم، منتها بعضی شبها. خیلی خب بعضی شبها برو، ولی مواظب باش بیگدار به آب نزنی آقا رضا. اختیاری دارین، ما اول دیدی میزنیم، دوم میریم سراغش، بعدش بعدشم بله من میمیرم واسه بعدش. آره. اگه طرف همچین چاق و چله باشه که دیگه نگو نپرس، اگه یه قدی هم بده که دیگه باب فیلا. خانم ممکنه اجازه بده نهار در خدمتون باشه؟ هم قرار سینمایی کافتریایی، ما بعد خرج نمیکنیم. اگه راتون دوره ماشین ما اون بغله، پولم داره میتونیم برسونیمتونم. خجالت بکشید بریم گم شیم. مگه خواهر مادر نداری؟ خواهر مادر داری ولی جیگر نداری. یا تو سرتون بخوره بیچه در مادرم. آی کیست رازا شما بفرمایید خانم. وایشین ببینم. سلام علیکم. اینجا با این خانم چیکار داشتی؟ کاری نداشتیم، آدرس دندوسازی میخواست هستاشون بهش میدادیم. راستی که سرکار جون شما ها مگه کار و زندگی ندارین؟ چرا دنبال ناموس مردم میفتین؟ ما که کاری نکردیم سرکار جون. دیگه میخواستی چیکار بکنی؟ آخه چرا جوانیتون اینجوری تلف میکنین؟ برین دنبال درس و معرفت که پس فردا از خودتون دکتری مهندسی چیزی بشین. خلاصه کلوم دیگه نبینم تو این خط کار کنین. چشم این دفعه چشم هم میذارم. برین دنبال کارتون. یالا خدا حافظ. با بنده بودی؟ طفلک های معصوم عقل داشتن دنبالش بیفتن. هم بفرمایید. خیلی ممنونم از شما سرکار، اگه نبودین حتما دعوا رو افتاده بود. جرأت نداشتن بهتون چپ نگاه کنم. خیلی ممنونم، خدا حفظتون کنه. اگه شما نبودین ای وای. ای وای که نه. میدونی خانم وظیفه‌مونه. پس ما واسه چی اینجا وایسادیم؟ اگه ما نباشیم که اینا شما رو درست قورت میدن. خیلی خب بفرمایید بفرمایید. بخیر گذارم سرکار، انگار شما تازه اومدین تو این محل مگه نه؟ بله یکی دو سه روزی میشه. آره خونمونو تازه آوردیم تو این محل، همین نزدیکی هاست. پس همسایه ایم، چطور من تالا شما رو ندیده بودم؟ ما شما رو ندیده بودیم. خب این بودم، البته غیر از اون دفعه که تو کلانتری دیدمت. خونه مام تو همین کوچه است سرکار. راستی هنوز اون دزد دستگیر نکردی؟ هنوز که نه، همه خاطر جمع باشین، از دست من نمیتونه در بره، خودم میگیرم. خدا کنه. بله تو این ناحیه با من طرفه. خب با اجازت من میرم. به سلامت باشو. خیر پیش. دیدی سلام. برای اون خانم اتفاقی افتاده بود قربان؟ نه چند تا این جوان ها مزاحمه شده بودن، متفرقشون کردم. اجازه بده برام پدر سختر دستگیر بکنم قربان؟ نه جانم لازم نکرده. اتفاقا چقدر این دختر نجیب و پاک دامنه حق خدا میدن. چطور مگه تو اونو میشناسی؟ بله قربان کاملا، با مادر بیچارش توی یه خانه زندگی میکنه، خیلی هم دختر خوبیه بخدا. اون آورم داره. نه قربان ننورگی ندارد، ولی اگه ننوره که بالا سرش باشه بدش نمیاد. بله قربان میخواستم برم بگم یکی بیا تلویزیونمونو تعمیر کنه، انگار یه خورده آدماش کج کج را میرن. نه نه برق بزن به آنتن. آی مهندس فرمایشی داشتی؟ کجایی؟ سلام قربان. سلام علیکم.
این تلویزیون ما یه خورده اشکال داره. آدماش کج کج را میرن. یکی رو بفرستین تعمیرش کنه. باشه قربان. به نظر من عیب از آنتنشه. آقا رضا رو میفرستم خدمتتون درستش کنه. قول میدم از اولش بهتر میشه. منزل کجاست؟ همین تو کوچه اول یه در آبی بود. بله بله. دست راست. همون دستش راست. بله. چشم همین الان دلم میخواد دیگه اونطوری که میدونی درستش کنه. قربان مطمئن باشید به سلامت. خیلی خوشم اومد. خاطر جمع باشید. خیلی خوش اومدید. به سلامت. آقا رضا باشو برو خونه این آقا ببین تلویزیونش چشه. ای بس بیننده شا آدرس بدی. می نویسم بهت میدم. باشی. یواش مگه توری؟ میرم تو خروزی بیام. میخوام نوار برای پرده ها بخرم. میخو پونزم میخوام بخرم سود برگرد. دختر گم میشی تو اینجا ها رو بلد نیستی. میدهد پاسبان اون شبیه اگه منو ببینه کارم تمومه. من حالا حالا جوونم. موازه باش نشکنش شطورشی ها را بیا این صندلی رو باید زود باش بفرمید به قاعده ششت خونه بار اسباب داری راست خواهد واگه ایک بیری همش فکر خوردنه پدر تو در میارم اگه شیشه ترشی هم بشکنه تیکه 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 میکنه نبشکنه بایسته بیدیم نبه دورم نیم آهای کجایی مادر همه نوار و کاستامو بردن خدا مرگم بده مادر که بابا واقعه تو تعقیب کن سرکار واقعه تو تعقیب کن آقای دو آقای تو دارن یه خود گماستن شما چقدر این زمین های بیزبون رو خدا رو میکنه خیلی خوب عوضی اومدم دنده عقب میگیره آقا خواهش کردم آقا هاش هی مستر پولیس یس 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 پولیس استریت یس پولیس استریت یس پولیس استریت یس کاسا برو دنبال طرف برو اون اصلا یو وان دو یو نو ویر ایت یس یس آی شو یو آی شو یو Turn to the left. You go bit sharp. Map. 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 پس چرا خوابیدی اینجا گم بوی بیخاصیت تو خانه خرابولش رو ببینم یلا چرا بلو شدی نفهمیدی کی برای تا آورد اینجا چقدر مردم با حوصله پیدا میشد اوما خدا رو شکر خدا رو شکر که اساسیمون پیدا شد خدا کنه توشی آوردم قربان آوردم باری چالا باری چالا سرکار جیلانی بیا ناسا خوشی به داده ایش پرده برسه بیده من باری بگر برای من یاد بگده ای دیگه از بردی نه آخر نمیدم خودم قربت کشتر سایده نمیدم بری کنار به من میگم گونده مک خودم میبرم میزارم این سوزی بری خانو بودم آهش میکنم یواش سرت به پام برداری سرت به پام برداری میخوام چیشته نبویه یواش یواش ببر یواش بذار تو زیر زمین اگه بشکنه جفت قلماتو میشه بدو بنده فکر میکنم دی رفقا با شما شوخی کردن یا یه کار فوری داشتن خدا رو شد که ترشیام سالم چی شد؟ خاک بر سرم کنن آخرش ترشیای نازنینم شکست الهی جزه چیکار بزنی؟ Wait,
نوار، اینم 55. خیلی متشکرم. چقدر میشه؟ این میشه 20 تومن، اینم 10 تومن، رو همیشه 30 تومن. خانم؟ بله. همین خوبه. اندازه‌هاش خوبه. فقط لطفاً ساسونشو باز کنید. چه زرم کوتاهش بکنید. حتما. بعدم میام میبرم. خیالتون راحت باشه. خیلی ممنونم. خدافظ شما. خدافظ. ببخشید خانم. شما هنگام خانم هستی؟ بله. روی قربونتون برم، من یکی از دوستداران صدای شما هستم. ما تازه اومدیم تو این محل. خونه شما اینجا؟ بله، ولی متاسفانه دیشب دوز اومده، هرچی لباس و زیر پوش داشتم همه رو برداشته برده. وا، چه دوز چشم چرونی بوده. خب چه میشه کرد، خیلی خوشحال شدم. شما تشریف نمیارید؟ چرا، کدام منزل باهاتون میام. سی منو بردم. راستی فکر لباسا نباشینا. چطور مگه راهی پیدا کردی؟ من خیاطی بلدم. تو همه رو بساتون میدوزم. من عاشق صدای شما هستم. وقتی برنامه‌تون از تلویزیون پخش میشه، همه شما خیلی لطف داشتین، برنامه شما رو تماشا میکنم. وای زری جان من. سلام زری جان. سلام. حال چطوره جان؟ چه وضعشه؟ دوز رفته خونه این خانم، همه لباسای زیرشو دزدیده. ای خاک بر سر کافر، خیلی متاسفم، ولی به نظر میاد که با خانم شوخی داشته، لباسای زیر برده. ولی من به تو قول میدم به مرگ خودم شب روز فعالیت بکنم، یقه دوز پدرسگ بگیرم. اگر هم یقش بگیرم، با مرگ تو خودم لباسای زیرش در میارم. بیبرو برگر. خلاصه هر کاری میکنی سوچا. چشم بروی چشمانت قشنگ من. به خانم والده سلام برسم، بگو من توی کلانتری اونو نشناختم، خیلی متاسفم از این پیش آمد به مرگ خودم. چشم با چشم. الهی که خودم شوهرت بشم. سلام. سلام بهبر رضا خان عزیز من، حالت چطوره؟ چیه گمش تو کجا؟ اینجا کجا؟ چه عصب از این طرف آدم زده؟ خوبه، داشتم میرفتم یه تلویزیون خراب درست بکنم. نه طرف عجله داره، میخواد امشب برنامه یه کلونبو ببینی. کیه؟ کیه؟ خانده منم. بیگی من برم داره با کنم. نه داشت، من میرم. خیلی خوب، بده شما. این وقت کمول لا خانم. سلام. بنده رو با ساقا فرستاده تلویزیونتون رو درست بکنم. داداش، آقای مهندس اومدن تلویزیون رو درست کنن. بگو بیان تو. بگو بیان آقای مهندس. الکی الکی مهندس شدی. اما مهندس درواز کردن قفل‌های جور با جور آخر. بفهمید. فرمان از شما اطاعت نکرده نزید. ببخشی منزلمون یه خود ریخته باشید. بخشیدم. این فرش ماشینیه خانم؟ بله. اما این یکی قدیمیه و بسی قیمتیه، قدرشو بدونی سر را نزد. حتما. بفرمایید. بله بفرمایید. شما راهنما رو بزنید، یعنی به عنوان راهنما تشکر برید جلو. من دنبالتو میام. ببینین همش اینطوری میشه. تو رو خدا خودت اجازه بدین جعبه کمک های اولیه رو باز کنم، بعد ببینم چه برگشی. حال شما خوبه؟ برو کنار. صاف مردی. جعبش که سالم عیبی نداره. پس از آنتنیتون، آنتنیتون خراب، راه پشت بومتون کجاست؟ بفرمایین از تو حیاط. مام داری؟ مام داری؟ بذاری نردمون بذارم. لازم نیست ما نردمون سر خودیم. اول اجازه بدیم جعبی کمک های اولیه رو بفرستیم بالا، سپس خودمون میریم بالا. تو زاری؟ آخی این که چیزی نیست، 10 متریش هم رفتم بالا. هر کی ندونه فکر میکنه ما دوستیم. چی کارش داره میکنه اینو؟ بیا پیشو میرم. این که سیم نداره. بپیچون بپیچون دست راست. سرد باز زری. اومدم. بیا تو اینا دیگه بسته. خوب شد؟ بابا این که بدتر شد. از که خودش هم نمیدونه چی کار داره میکنه. میگیره؟ آقای مهندس. جون مهندس تو نگاه کن زری، نگاش کن. باشه. بیده سمت راست. بیشتر بازم بازم راست. اینم راست. دیگه جا نداره. الان راست. راست راست خیلی خوب. صاحب کن ببینم. خوبه؟ خوب چطوره سری؟ داداش خوب شد. بازم خودم. از بس انگولکش میکنی خراب میشه. داداش پولش. بگو میام مغازه. ای دوتا. اینم همه کفه.
خسته نباشم. داداشم گفتن خودم میام مغازه حساب بشم. اشکالی نداره، میذاریم به حساب جاری، ممکن دوباره خراب بشه انشالله. آقا ساعت رو ببینم. او را جون اون کسی که دوست داره این دیگه این تلویزیون رو انگولک نکنه. زری بیشه غذا تو بخور یخ کرد. راستی خانده داشت، میدونی امروز کیو دیدم؟ اگه گفتی. من چه میدونم دخترم، که من علم غیب دارم. امروز بانو هنگامه رو دیدم، همونی که تو تلویزیون آواز میخونه. نمیدونی چقدر دختر ماهی خانده داشت، من باهاش دوست شدم. حالا کارت به جایی رسیده که با خواننده ها دوست میشی؟ چشم دلم روشن. وا مگه چه عیبی داره خوانده داشت؟ سر تا پا عیبه. مردم چی میگن؟ خوب نیست تو در همسایه فردا همه جا چو میفته که آبجی ممدلی خان با یه خواننده معاشرت داره. اون وقت خواهر بیارو با قالی بار کن. ای وا خوانندهش که مرد نیست خوانده داشت. پس میخواستی مرد باشه؟ هرچی باشه خواننده است، هنرمنده. آقا رو باشه وقت به من غر میزنه، میگه تو امولی، خودت که دست همه امولا رو از پشت بستی. همینو بگو ماما، تازه یه چیزی هم یاد میگیرم. حالا یکی تو بگو یکی اون بگه. من دلم نمیخواد تو با خواننده جماعت رفت و آمد داشته باشی. مدل کار ما اینه، ما تو این روالا هستیم، هر کی تو طبقه خودش. از قدیم و ندیم گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کچلا با کچلا، تاس با تاس. ده قربونتون برم، بعد یه عمر آقایی ما یه چیزی میفهمیم که میگیم امشب شب جمعه است. خدمت کنم، ولی حالا تو این لباسم البته فرقی هم نمی کنه. آدم تو هر لباسی میتونه خدمت کنه. این روزا اگه یه زن بتونه با نجابت گلیمش از آب بکشه بیرون، والا خیلیه، چه برسه به کار کردن و نگهداری یه مادر و دعا و عبادت. خب فرقی هم نمی کنه، این روزا زن و مرد با همدیگه کار میکنن که بار زندگی رو به کمک هم به دوش بکشن. ما به همین مناسبت آبجیمون فرستیم دانشگاه درس بخونه و دکتر بشه و به درد دل مردم برسه. سلام. سلام. دیدم داری میای وایسادن تو با همه. تازه اولش محمود جون. از این شوخی ها با من نکن. به چه زبونی بهت بگم دوستت دارم؟ چه زبونی بهتر از زبون فارسی؟ راستی پس کی میخوای مادر و برادرتو بفرستی خونه ما خواستگاری؟ انشالله یکی دو هفته دیگه. بهتره تو هم اصلا با مادر و برادرت یه صحبتی بکنی، بفهمی مزه دهنشون چی؟ والا اونا که اول دلشون میخواد خواهرم و شوهر بدن، بعد ما اومدیم حالا حالا کسی پیدا نشد خواهرتو بگیره. خب دیگه بعد دعا کنیم پیدا بشه. چه کنیم؟ دعا میکنیم تا پیدا بشه حتما. <انشانه. تصفح> راستی امشب جشن تولد مسعوده، منو تو رام دعوت کردی. ولی من نمیتونم بیام داداش. ای بابا تو که نینی کوچولو نیستی دختر، باید حرف درو داشته باشه. آخه تو داداش منو نمیشناسی، خیلی سختیه. هر طور شده بیا. سعی خودمو میکنم. با جان خودم یک جواز خیاطی بگیرم، هر کی ببینه دهن شاب بیفته. ولی بگو چرا با ممدلی خان نمیگی؟ بابا چی بگم، آخه اون خیلی گرفتاری داره، خودتون که میدونی. شما چرا میخواین خیاطی کنین؟ حیف شما نیست با این قشنگی دنبال خیاطی برین. بذارین وقتی رفتین خانه شوهر دی. ایشالا اون به وقتش. شما هر وقتی اراده بکنین وقتشه، ولی من میترسم دیر بشه. نترسین سرکار، دیر نمیشه. خب من دیرم شد، جواز خیاطی یادتون نره. خداحافظ. در شوش تا اینجا به نظرم نصف کار تمام شد، چون خودم راضیم. آقا رزجان من سلام. به تو کجایی آخه؟ سری کاری جان، حسابت به کلی پاکه، میری قاطی مرقا. آقا قربان تو برم، نوکرتم، داداش من. تو فقط یه مادری در حق ما بکن. نفهمیدم مادری؟ بابا منظور من از مادر تو خانم والیده است. یه تو کپا برد برای من خواستگاری. میترسم دختره از دست من برد. آقا قربان تو رفتی داشته باش. چرا؟ آخه این ننه من اگه دوخی تری سرش به کلش بیارزه، گورش میزنه واسه داداش دوخی توره. ولی چون تو یا خودم واسه مادری میکنم. امشب بیا بریم باشی. نه بابا امشب نمیشه، من کشیک دارم. کجا؟ طرفای یوسف آباد. خوبه، ولی من اون طرفای خود ریگ می تو کفشم. چی گفتی؟ هیچی چیزی، یعنی ریگ اونجا یه جور خوبیه. سر گشت اومد به نظرم پنچر کرده بود، دشت میره پنچری بگیره.
افسر گشت پنچر کرده بود. والد ماشینش فرماندهش میکشید ولی نفهمیدم پنچر رو گشت. حتما چند بار بوده. سلام سرکار. سلام علیکم. سلام جان. شما هنوز بیداری؟ بله صداتون از پنجره شنیدم، گفتم یه چای میکنی. هوا خیلی سرد. بله هوا خیلی سرده، چای شما هم داغه. واقعا بعدم میچسبه. سرکار جان ببخشید قربان، اصلا نمیچسبه. نه خیلی ممنون. شما بفرمایید هوا سرده، ممکنه خدا نکرده سرما بخوره. واسه چایی هم خیلی متشکرم. شما بخورین چای ما. ما سر پست نمیتونیم چیزی بخوریم. یه دنه بخور. نه خیر نمیشه. میدونی خانم یعنی اگر قرار باشه شب آرمانی از ما بگیرید، خاموش بشید. تمام اعمال مردم رو بردن تو گوده. آه بایزه شما شب بخیر. خوب بخواد. شب بخیر. واقعا چه زننی انسانی بوده بود گوده. دیدی قربان؟ منو چرا همینجا نگه دارم؟ بیا هما. آدم اینجا که هست حواسش باید کجا باشه قربان؟ اگر اجازه بفرمایید اون عرض خصوصی محرمانه بنده رو خدمت شما عرض بکنم. بله باشه بعد، چون من باز برم و برگردم. اگه افسر گشت اومد با همین دور براست. موفق باشی سرکل گلی. موفق باشید مرا متعلیزید. آخه پس تو یه داری میه یا میری؟ پس من چه خاکی به سر من بریزم؟ آخه منم میخوام ازدواج بکنم. این عرض محرمانه من اینه دیجان. شما ها برای من آبرو نذاشتین. از فردا نمیتونم تو این ناحیه سر بلند کنم. بله دیگه همین مونده بود که آبجیمون پاشو بره پارتی با یه مش جوون بی بند و بار برقصه. تقصیرانه که بله من با دوستام رفته بودم داداش. ماما هیچی نگو، برو لباس درار. ماما داداشم راست میگه به خدا. خط خون بگیر تو دوستام. مادر جون زمین که با آسمون نرفته، دختره جوونه، دل داره، این همه جون میکنه، درس میخونه، یه شب هم میخواد بره قارتی، مارتی، همونی که شما میگید چه میدونم، نباید که کشته. میدونی چیه، اول یه فکری واسه این یکی بکن، شوهرش بده بره خیالمون راحت بشه. زری از خوده، باشه واسه بعد. حیوانکی زری. چیه تروب سیاه، ترش کردی؟ نمیتونی دندون رو جگر بذاری؟ عشق شوهر کشتته. ما که چیزی نگفتیم سرکار. یکی از یکی تخسترن. رسیدگی به امور این خونه خودش بالا یک کلونتری لازم داره. حرفا میزنه خانده دار. اینطور که بوش میاد این تحت و غاری خیلی آتیشش تونتره. ما رو باش که خیال میکنیم خیلی مونده برسه. نگو انقدر رسیده که داره تالافی میفته. شام چی داریم ننه؟ والا دمی عدس. دمی عدس. مردم از بس دمی خوردم. زری بلند شو برو شام خانداداشه تو بیار. سبزی خوردن و پیازم رو یخچاله. چشممون اطاعت میشه، پیازم میارم. پیاز نمیخواد، من نمیخورم. طرف از پیاز خوشش نمیاد خانداداش. به تو مربوط نیست که خوشش میاد یا خوشش نمیاد. ای داد بیداد انتر بسر چه قلطه زیادی میکنه. باشه لباس در بیار شام تو بخور با این یالو شام نمیخورم، فردا میخوام برم شیراز. میخوام تو فرم باشم. چطوره؟ خیلی نازه. چقدر بهت میام. خوشگلت کرده. مرسی. خیلی خوبه زری جو. خوشگل که بودی، خوشگل تر شد. خدا کنه اونم بپسنده. بهت قول میدم میپسنده. آخرش نگفتی طرف کیه، چه جوریه، چند سالشه؟ او یه مرده، یه مرد واقعیه، با همه خصوصیات مردونگی. خوشتی، خوشیکر. از روزی که باهاش آشنا شدم به مرگت زری یه دقیقه نمیتونم دورش رو تحمل کنم، میمیرم براش. خدا واسهت نگرش داره. خوب یه اینم بپوش، سود پاش داره دیرت میشه. وای خوب شد که گفتی زری جون، الان منتظرمی. دیر شد. خب دیگه من رفت. نه سب کن با هم بریم. بریم جو. بریم. ایشالا سفر بهت خوش بگذره. قربونه تو. خب خانم جون خدافظ، من بازم بهتون سر میزنم. خوش اومدی زری جون، خدا به همراه، خیلی لطف کردی، به سلامت. خب مادر جون من رفتم، از اونجا برات تلفن میکنم. باشه دخترم. راستی تو به من نگفتی با کی میخوای بری؟ با همونی که تازه باهاش آشنا شدم، اگه یه روز نبینمش دلم براش تنگ میشه. خب چرا نمیگی بیاد اینجا باهاش آشنا بشم؟ ایشالله سر فرصت میارمش، اما فعلا دیرم شده. قضاتونو گذاشتم روی یخچال، اگه کسی هم در زد درو باز نکنی مادر جونو. Thank you.
حرف بزن خدا تو رو نگیر از من وقتی که حرف میزنی فاتح قلب منی که خوب عاشق شدن خدا تو رو نگیر از من دارجیلینگه وردارمش دارم نه تا تو حساب کنی من برم گوشت بگیرم حساب کی میده بابا اینقدر بلند میگی که همه بفهمن ها دو کیلو سردست باشه یک کیلو هم مغز رون خدا عوضت بده چربی نداشته باشه چش خانوم چش قربون دستت برم بچه ها چربی دوست ندارم با همه چربی هاشو شمایی ای با فخری خانم الهی قربون شما برم چه قیافت عوض شده اما شما ماشاءالله هنوز مثل ماه تابونی نمیدیدی چقدر دلم برا تنگ شده بود میدیدی چند وقت هم دیگر رو ندید آره خیلی وقته راستی فخری خانم جون یاد اون وقتا بخیر این همه هما کوچولوه بله ماشاءالله چه بزرگ شده چقدر خوشگله دست شما رو میبوسه ببینم حالا کدوم محل میشینی همینجا دو تا کوچه پایین تر ایوا ما هم که همینجا میشینیم پس همسایه بودیم و خبر نداشتیم میدونی شما تقصیری ندارین آخه ما تازه اسباب کشی کردیم اومدیم تو خدا یه روز بیاین خونه ما بیشترم دیگر رو ببینیم وا چرا شما تشریف نمیارین خونه ما فرقش چیه باشه ما اول میایم خونه شما تشریف بیاریش هما جون خیلی چشممو گرفته ایشالله بی حرفی پیش کارایی صورت دادیم آخه پسر کوچیکم هنوز زن نگرفته آقا ممدلی شما چی عروسی کردن والا آقا ممدلی یه سر داره هزار تا سودا چه فرصت داره زن بگیره راستی از آقا رضا چه خبر هنوز شش ماه مسافرته مامان مامی سیبا آری برو تو کلا هنه شما مشغول شینه همین کارند ایشالله یکی از همین روزا میام منزلتون رو زحمت میدم قدمتون رو چهش تشریف بیاری منزل خودتونه ببخشین آقا گوشت ما حاضره خیلی ممنون بگیرش مادر نیفته خب فخری خانم جون با اجازه ما منتظرتون هستیم تشریف بیاریم بروسم بردارم که صبح کفشام و با کسی بزنم بروس لی چیه محمود؟ چرا تو همین؟ چرا حرف نمیزنی؟ اونا میخوان به میل خودشون برام زن بگیرن قرار امروز برن خواستگاری تو که بچه نیستی خب با برادرت و مادرت حرف خیال بزن. کردی حرف نزدم صد بار گفتم مگه به خرجشون میره تقصیر خودته از بس که این دست و اون دست کردی از بس تردید کردی آخه من هنوز نونخور برادرم هستم اگه میبینی یه خورده دست دست میکنم برای اینه که درسم تموم بشه و بتونم واسه خودم آدم مستقلی بشم خیلی خوب بذار هر کاری دلشون میخواد بکنم اصل کاری من و تو هستیم که همدیگر رو دوست داریم تو خودت میدونی من فقط تو رو دوست دارم یا تو یا هیچ کس منم همینطور حالا پاشو بریم اگه بفهمن من با تو اومدم خیلی بد میشه باشه خود تو اصلا ناراحت نکن سلام خانم به به سلام
دختر خوشگل و قشنگ خودم، حالت چطوره؟ الحمدلله مادر جون خوبه؟ خدمت تو خیلی سلام رسوندم. آه متشکرم. خب کجا بودی؟ چند روزه به ما سر نزدی، بچه ها خیلی سراغتو میگرفتن. والا منم دلم برای همه تنگ شده بود. راستش میدونین یکی دو روزی به مسافرت رفته بودم. مسافرت؟ خب با کی؟ والا چی بگم؟ بالاخره بعد از مدت ها اون عشقی که انتظارشو میکشیدم سراغم اومد. به به، بالاخره به آرزوت رسیدی. خوب این مرد خوشبخت کی هست؟ چی بگم؟ یه مرد باوقار و سنگین، جدی، خلاصه غیر مردای دیگه است. باید ببینیمش. از این بهتر نمیشه. خوب کی باید شیرینی بخوریم؟ اما خانم جون اشکال کار اینه که اون هنوز نمیدونه من تو کاباره کار میکنم و از راه خوانندگی نون در میارم. نمیدونی؟ خب چرا بهش نگفتی؟ میدونین اولش برام مهم نبود، بیشتر که دیدمشو بهش علاقه پیدا کردم فهمیدم اون از اینجور زنها خوشش نمیاد. بعدش هم راستش ترسیدم اگه بهش بگم اونو از دست بدم. خلاصه خانم جون دیگه عقلم به جایی نمیرسه، اگه به خاطر مادرم نبود اصلا تو کابره کار نمیکردم. راهشم همینه دیگه، نباید تو کابره آواز بخونی تا بعدش ببینیم چطور میشه. بله اینطور که پیدا چاره دیگه ای ندارم. آقای گل فروشه، آقای کود فروشه، آقای سنبول فروشه، آقای ببخشین این گل ها چنده؟ این 200 تومن، 150 تومن، 250 تومن. خیلی خوب این چنده؟ این والا این یکی 300 تومن میشه ولی سفارشیه. چقدر حرف میزنی؟ ببخشید آقا گل روز داری؟ منه بفرمز اونجا. متشکرم. گل دوز؟ مگه تو گل ها دوزدم پیدا میشی؟ حالا که سفارشی ما هم سفارشی میدیم، این اتیکت هم میذاریم اینجا گیرون بفروشین که صرفه بکنه. به این یارو سینگه رندوو داشت هنه، بقیه شمال خود شاگرد میدیم. آهای بچه میبینم دوست بگیرینش سرکار، دوست اونو هشش. چی شده؟ اونو های سرکار یه تمت گلمو برد. برد؟ آره سرکار. این ناکس نالوتی باشید. یلش بگیرم ولشم نمی کنم. سلام عرض کردم قربان، خیلی مخلصم. سلام سرکار جیلانی، بنداز پایین، خسته نباشی. امری داشتید با بنده قربان؟ یک شونه ایدی با یه دست گل و یه کلا و یه بارونی. دست گل و کلا و با فروشم، اگر من گل دست گل و گل کلای بارانی دیده باشم من نخیر قربان ندیدم اصلا اینجا. خودم دیدمش، گل فروش سر چهار را گفت یه دست گلش رو دوز دیدن ناجنس دوست. بازم از چنگم در را من دوز در میده بود. ولی اگه یه روزم به آخر عمرم مونده باشه میگیرم. قربان میخواستم حالا که دوز در رفته اگر وقتنی جذب فرمایید اون عرض خصوصی رو بنده خدمت جناب. تو این هیرو ویر دلت خوش با باشه یه وقت دیگه. باشه هر جور هم میفرمایید قربان. باشه هر جور میفرمایید قربان. جمعه سیگار اوشنو خدمتتن نیست؟ ساعت دفعه بهت گفتم من دودی نیستم، سیگار نمیکشم. یادم میره تونتون قربان بباشید. خب دیگه من منزل مهمون دارم دیرم شد. بسلم بفرمایید. متشکرم. مرسی.
حاضری؟ شما بفرمایید، شیرنیاش خیلی تازه. شما بفرمایید. پس چرا آقا ممدلی تشریف نیاوردن؟ حالا دیگه هر جا باشه پیداش میشه. آقا رضا بفرمایید. پسرم شیرنی بخور، اینجا منزل خودمونه. خودتونم بفرمایید خانم، دهنتون رو شیرین کنین از آب گذشته. آقا رضا دست شما درد نکنه، تلویزیونمون خیلی خوب شد، خیلی خوب کار میکنه، لاب تصویرش عالیه. خودم مرگم خوبی از خودتونه، لامپ رو خودم وارده میکنم. ببخشید این کارتار نقره است؟ بله درسته، من خودم هم حدیث میزدم. ماشاءالله آقا رضا چقدر خوشمشرب. ممدلی خان اومدن. زری جون برو در با کن خان داداشه. باشه ماما. آره کجا میام؟ چند بعد شد ممدلی خان اومدن. خب دیگه ایشالله کار رو تموم میکنیم با امید خدا. شما این سلام. سلام از من دست خانم ولی خان هستن؟ بله همه خونت فرمایش داری؟ بله سرکار ممدلی خان، یعنی آخری شما فرمودن که گرفتاری پیش آمدی خیلی دیرتر میان منزل. باشه باشه خیلی ممنون. نه دمی نباد، ببخشید خانم جان، اگر بنده چی تو بزدم یه ببخشید، اگر یه کسی تیر عشق شما به کلی قلبون بخوره خسبیت خستگاری، باید با سرکار ممدلی خان صحبت بکنه. یا خانم والیده یا غربان و خندی تو برم. خیلی ممنون، نرسی جلدی بخونم. هنه اکسکیوز می، این تو والد بریست مستره اون طرف. داماد داداش همون آقا هست که من تلویزیون رو درست کرد، خیلی وقت اومده. چی کار کنم؟ سوبلمه بخورم؟ ای با داداش یه توشمه نیمین پیش مهمونه ها؟ نه خیر، شما خودتون هستینی که من چرا بیام؟ اصلا حوصله ندارم. سلام و سهر مار. این تو کیه؟ داداش داماد. داداش داماد ببخشید، راحت بشین آقا، راحت بشین. راحت هم اینه. تو کجایی مرد؟ این چه جورشه دیگه؟ مردم دو ساعته نشستن منتظرن تو بیای، اون وقت بهانه میاری؟ بابا من حوصله این مهمونی بازی ها رو ندارم، هزار جور بدبختی و گرفتاری دارم. من حالم خوش نی، اوقاتم تلخه. تو خودت وکیلی، ریش و قیچی دست خودت، هر جور دلت میخواد ببرو به دوست، با ما کاری نداشته باش. پناه بر خدا، میدید کیه؟ آقا رضا عوضی رفتیم سالون این طرفه. ببخشید من همش اشتباهی عوضی میرم. ایرادی نداره بفرماییم. ایرادی نداره خواهش میکنم بفرماییم. بفرماییم حرکت نکنیم. ببونه قدمتون بیتونستم ندی فخر خانم. حتما همه ناراحت شدم وقتی اسباب کشی کردی. آره فخر خانم جون، به جون شما تمام همسایا وقتی داشتیم اسباب کشی میکردیم با گریه میکردن. از بس شما خوبی، دختراتون خوبن، من دلی خان خوبه. شما برم زری جون، برو به هما بگو چایی برم. به جون شما خونمون روشن شد. زری جون برگشت بیا جن به من بشین. سلام هما دختر کوچیکم. کوچیکم؟ عروس خانومه. سلام. سلام، به به عروس خوشگل خودم، اون شکلت برم. بشین جونم، بشین. بفرمایی به به رسیده نمیخیر. خوش با حال داداشم که یه همچین دست گلی نصیبش میشه. آره زری بیا بشین. آره عروس بعضی ما نباشه خیلی خوشگیله باب خدا. نگاش خجالت کشید، میگم اینگار مجلس زنونی شده. من دلی خانم که تشریف نیاوردن، بهتر ما بریم به کارمون برسیم، شاید زنه بخوان لخت بشن. خداحافظ. مدیمه بابا این زودی کجا؟ راستش یه مقدار کالا رسیده، باید زودتر برم ترخیصش بکنم. بله. با اجازه قربون قدمتون. خواهش میکنم. موسیقی
شب کنارم بنشستی تو شیطون و زرنگی زدی خودتو به مستی میگفتی در گوشم غرورم را شکستی عزیزم چه قشنگی به کوچول من که هستی من زیبای تنوزی تو هم من مرگ خوش آوازی تو هم من همرازی تو هم من زیبای تنوزی تو هم من مرگ خوش آوازی تو هم من همرازی تو هم من مدیر گفتن تو نمیتونی زیر قراردادت بزنی، باید بیای کارتو بکنی. من مجبور نیستم کار کنم، به مدیر بگو اون قرارداد مدتش تموم شده. خب پس تو میخوای اونو ورشکست کنی ها؟ هیچ میدونی چقدر باید ضررت رو بده؟ ها اونش دیگه به من مربوط نیست، همونطور که گفتم از فردا شب نمیام، فکر یه خواننده دیگه باشیم، برو بهش بگو، فهمیدی؟ باید میبینی خانم اینه باید بکنم دندونم هم کشیدم تاکسی نگه دارم خانم جان ببخشید من خارج تیری بیشتم حد نظر را بیاف کدومو گفتم با ماشین عقبی بریم من در حال فرار از زندگانی هستم اونهاش اونهاش با اون تاکسی رفت بیاین بیا ماشین من بریم دنبالش یاد زود بشه بادو در کجا تاکسی تاکسی ما بردم کجا بوده اونجا پارکش کرده بودم ببینم چی خبره؟ چرا این حرف به چپ و راست کردی؟ ببینمت با من کار دارین؟ نه خیر من خانم کار دارم الحمدلله با من کار ندارم با اون خانم کار دارم چی میخواید از من کنید؟ آقای جان کنه تاثیر
کی میگه؟ پول تاکسی رو کی میگه؟ پول داره میبره، پول تاکسی رو کی میگه؟ پس به ردیفت آقا جون مرگوشی خودشه. برو پایین دید بزن. خیال کردن به ما میگن من ولی خانه دوز بگیر. بله خودشه، همین تاکسی منه. درست نگاش کن ببین عوضی نباشه. خوب چشو چهار تو باز کن. نه خودشه، به نظرم یکی از رفقا شوخی کرده. بله نفهمیدم. تو این تاکسی مسروقه چیکار کنی؟ چیزه؟ رفته بودم خونه یکی از دوستان، بچهش مریض بود، رفتم اونجا بهش سر بزنم. یالال آجام. خب داداش بیا تاکسی تو ورده برو، مواظب باش دیگه رفقا باهات شوخی نکنن. برو بر بینم. بالاخره نگفتی تو این تاکسی چی کار میکردی؟ من چه میدونم چی شد، یه دریختن سر اون راننده کتکی زدن. خب من چی کار کنم؟ خیلی خب دیگه فراموشش کن، من امشب کار ندارم. بریم با هم یه خورده حرف بزنیم و یه چیزکی بخوریم. الان نمیشه دیگه، من خستم، باشه یه شب دیگه. فردا شب. این کاباره یه خواننده داره که صداش خیلی عالیه، من ندیدمش، میگن قضاشم بد نیست. بریم اونجا امشب. رب باشه یه شب دیگه، من خیلی خستم. یه شب دیگه فردا شب چه ما گرفتاریم. به قول معروف بله برون داریم، میخوایم آبجی کوچیکه رو قالب کنیم بره. مبارک. پس فردا شب چطوره؟ خوبه، من خونه منتظرشم که از اونجا بریم بیرون. باشه پس برو بالا، اجالتم برسونمت. برو بالا. میفرماید کاچی وضعی چیه؟ جمعی را قنیمت هست. سلام. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. بفرما مندلی خان. بفرمایید. خیلی خوش اومدین ماجی خانم. صفا آوردی. بخت شما بفرمایید. قربونتون برم. السلام علیکم. تو رو پیش دوست می‌سازم. چرا نمی‌فرمایید؟ اومدم شما بفرمایید. چی داشتی زرزر رو کردی؟ داداش نذارین روتون زمین بندازم. من زنبگیر نیستم. چی دهن نیستی؟ داداش من اینقدر نیکوناله نکن، تو که به چی حرف گوش کنی؟ آخه من نمیتونم هر زنی رو که مادرم انتخاب میکنه بگیرم، اینو که بهش نمیگن حرف گوش کنی، درسته؟ نه خیر غلطی. تازه زنشم پیدا شد، با کدوم پول؟ با کدوم سرمایه؟ باز با پول؟ با خود دسترمو میکنم به دیوارا؟ تو چی کم داری؟ بگو تا برات فراهمه بکنم. فقط میخواد واسه خاطر من درسیتی بخونی، واسه خاطر ننت زن بگیری. من داداش میدونم شما شب و روز واسه خاطر من زحمت میکشی که بلکه به یه جایی برسم، ولی آخه هرچی باشه منم جوونم، نمیخواد بیشتر از این شما رو ناراحت کنم. علی داداش آدم زن بگیره نمیتونه درس بخونه. چی زن نمیتونه؟ بابا خوبم میتونی، کمک میکنی، مشق درست هم مینی. شما هم که داداش شوخیت گرفته. خیلی خوش اومدین ممدلی خان، بعد از سالا چشممون به جمال شما روشن شد. از قضا آقا ممدلی هم خیلی دلش میخواست شما رو زیارت کنه. بله حاج خانم خیلی از شما تعریف کنه. خب پس چرا معطل این خودتون جریان جفت شورش کنی؟ بس اگه تو زندگیری خون نق میگیری، به خدا آن فلان زن میگیری، فهمیدی؟ زنگی مثل اینکه اومدم با اجازه. اینقدر معطل کردیم. داماد ببر تو، برادرشم بعدن میتونه. کجا میری داداش؟ من میخوام خرج عروسی جور کنم. برو جونم تا بانکی نبستی. درم باز خوبه.
خدا خوب گرفتم ولکونم. من شخص بی تقصیری هستم. تو بی تقصیری؟ آره چه تقصیری از این بالاتر؟ در تمام این مدت یه حالی از ما نگرفتی. حالی؟ ره مگه قرار نبود مادری بکنی بری برای من خواستگاری؟ آه اون که نایمدن، ما امروز کار زندگی افتادیم. شما بشینید پس ما رفتیم. خودتون میدونید دیگه. من بهشون میگم که تو کار داری. آخه نه دیگه نشناخته. سلام قربون شما. حال سرکار آقا زاده هستم؟ بله بله. بخ بخ خوشبختم. ببینم دانشکده تاشو میبرین؟ بله. کدوم دانشکده؟ پزشکی. بخ 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 دکتر میشن. اما خب این هیکل فقط به در دانشکده شهربانی میخوره. آی حاج خانم تشریف نمیارین؟ بابا تکون بده اون هیکل ببینیم چه خبره. خدای خودت به خیر بگذره. ماشاءالله الله فاجی. بله ماشاءالله. بیا حاج خانم. بیا ببین کی اینجا حاج خانم. سلام علیکم. آقای دکتر تشریف آوردن. بخ بخ خدا حفظشون کنه. از حالا به بعد دوا درمانمون مجانی شد. بیا فرام ببینم شما سال چند؟ سال آخر. بح 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 حساس‌ترین و پرهیجان‌ترین سال هاست. منم پارسال سال آخر استوار دومی بود که به حمدالله استوار یکم شدم. بله 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 خب خیلی خوشحال شدم. خب دیگه این دوماد اینم شما اینم سرکار خانوم. بله دیگه مرمت سرکار زیاد لطفا همه که پایانه برقرار باشین. خوش اومدین به سلامت. خواهش میکنم خواهش مانو شما تشریف نیارین. بفرمایین بفرمایین خواهش مانو بفرمایین تو اتاق بفرمایین تو رو خدا. خیلی مذارت میخوام خانم مادر شما بیا اون اتاق. میدونی چیه مادر؟ من اهل این صحبت نیستم. من نیستم بگیرم از دست خوندن میفتم. راستش من یکی دیگر رو میدونی چیه دختر جون؟ من اهل زن گرفتن نیستم. چطوری بگم؟ من یکی دیگر رو زیر سر دارم. بیان 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 چیه باز شلوغش کردی؟ ببینم دارن چی کار میکنن. دیگر رو نه هرز هم دیگر رو ندیدن. آفرین خوب فهمدی. از قضا منم بسرشا عاشقم. آب الحمدلله راحت شدم. به همدیگه نزدیک شدم. خدا مارکم بده بسرده. هنوز خیلی به همدیگه نزدیک نشدم. اگه مرد نیشی پشتی هستی. من یه چیز عجیب و غریبم. من یه حیوونم، یه غول بیابونی، یه وحشی، یه حیوان درنده‌ای که اگه جاها بگیرمت اینجوری. وای خدا مرگم بده مامان. پرده پاره شو. خوش بسرم. حالا جواب ممدلی خانو چی بدم؟ توی ماما من بود ماجمع خیال بزنمش. بالاخره میزنمش. باباشو دار میارم. ممدلی خان. بله مادر. در خدمت هم آج خانم. حالا نمیشه اینقدر قدم نزنی؟ نه آج خانم. یه جور یکه نمیتونم. تو فرمم. آقای تو فرم. هم بفرمین آج خانم. بالاخره چی شد؟ باباشو دار میارم. پدرشو در میارم. با پدر کیو در میاری؟ شما پدر کیو در میاری؟ کیو میگی؟ بابا من پسره رو میگم. خواستگار هما. من خیال کردم دوزه رو میگی. آخه باید بهشون جواب بدین. خب بهش بده بره. دیگه چی میخوای؟ پسر ترگل ولگل آیندش هم که روشنه. چند وقت دیگه هم دکتر میشه. خونوادش هم که میشناسی. از همه مهمتر اصل عروس و دومادن که هم دیگه رو میخوان. راستی حاج خانم میگم که یه فکری هم واسه این زری بکن. برو بابا تو فکر همه هستی غیر از خودت. راستش یه فکری هم از خودمون کردیم. خوبه که اسمسی هم زیر سر گذاشتی؟ آره آره
یه دختر خوشگل و نجیب از اون جیگرهایی که میپسندی. چه بهتر از این. من از خدا میخوام تو یه سر و سامونی پیدا کنی. ای خدا، این دخترها که رفتنی هست، خونه خالی میشه، اون وقت نوبت توه که عروس بیاری و جا اونا رو پر کنی. پس دیگه تموم آج خانوم. ایبا بله، پس چی؟ کی هستی؟ کیه؟ سلام خانم بزرگ. شما این من داری خانم؟ با اجازه شما. آره خودم هم خانم بزرگ. دنبال چی میگردین خانم بزرگ؟ در جام اونجا نیست، رو بازوام یه ختم بشی اضافه شده. مبارکه. شما بفرمایید. بفرمایید. خدا نکرده ممکنه خسته بشین. قربون شما. شما باید استراحت بفرمایید. ایشالا میبخشین که بی موقع مزاحم شدم. این حرفا چیه من دلی خان؟ من که براتون کاری نکردم. متشکرم شما. اگه دخترم میدونست که شما اینجا این الان پرواز میکرد میومد. هنگامه خیلی به شما علاقه منده. همش صحبت شماست. امیدوارم ما هم لایق اون باشیم. حقیقتش خانم بزرگ، امروز اومدم با اجازه شما ببرمش پیش مادرم. از نامزد بازی خسته شدی؟ آره، یعنی در واقع واسه ما خوب نیست. آخه مردم تو محروم ها حساب میکنن. آره پسرم، اینطوری خیلی بهتره. من دارم یه چایی براتون بیارم بخوری. نه خانم، راضی به زحمت شما نیستم. زحمتی نیست، سماور داغه. خوش خدایا این دوتا چش سالمو از ما نگی. یعنی ممکنه کسی رو که واسه زندگی انتخاب کردم این باشه؟ تو چند سال خدمت آبرو کسب کردم، دربارم اشتباه کردن، اما درباره کسی اشتباه نکردم. چرا؟ آخه چرا باید الان عینی یه آدم وامونده ندونم چی کار کنم؟ خودت کمکم کن. عجب اومدی غافلگیرم کنی؟ غافلگیرت کنم که چی؟ تو با این ظاهر معصوم و بیگناه یه شهر رو غافلگیری میکنی؟ چرا؟ آخه چرا؟ باطن به این کثیفی دروغگویی نوبره. ولی باور کن بهت دروغ نگفتم. باور کن. چی رو باور کنم؟ تو زندگی منو این رو رو کردی. آخه چطور میتونم کسی رو که واسه زندگی انتخابش کردم اینجوری از آب در بیاد؟ فکر میکردم این چشما فقط واسه خاطر ما دو دو میزنه و بالا پایین میره. حالا نگو یه دنیایی دنبال اشوای تو هستم. من از همه چه بیخبره، بگو پشت سر تو قسم میخورم. سب کن اقلا منم حرف بزنم. آخه روز اول که ما هم دیگر رو دیدیم فرصت نشد حرف بزنیم. راستش فکر نمی کردم ما به هم اینقدر نزدیک بشیم. بعدش هم خیلی دیر شده بود. هر وقت میخواستم بگم میترسیدم که من از دست بدم. نفهمیدم. مگه رو پیشونی ما چی نوشته بود؟ منو میخواستی چیکار کنی؟ تو خیال میکنی من بعد یه عمر آبرو زندگی کردن میام کلامو کش بذارم؟ اینقدر فکرای بد نکن. آدم میتونه تو هر کاری خودشو حفظ کنه. اگه از اون اول به تو گفته بودم اینطور پیش نمیومد. خدا را صد هزار مرتبه شکر. چه خوب شد پیش اومد و من روشن شد. نه صبر کن. تو نباید بری. دیگه خیلی دیر شده. من به تو احتیاج دارم. احتیاج داری که جلوی سر همسر سکه یه پولم کنی؟ رود میشه تو چشای من نگاه کنی؟ برو از سر راه من که پاس بترات. تو نباید بری. من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. اعلام کن من آدمی نیستم کسی به این کلک بزنه. اگه این لباس تنم نبود جواب همه حرفات میدادم. برو دعا کن که دست برو. گریه نکن دخترم،
خدا. آخه چی شد که این با تو این طور رفتار کرد؟ من به اون دروغ گفتم، بهش دروغ گفتم. کرده و گذاشته رفتی؟ بله. نمیدونین من چه حالی دارم مادر جون. حالا میفهمم که چقدر دوستش دارم. بی اون نمیتونم زندگی کنم. تو گناهی نداریم، اونم تقصیر نداره. خب دیگه گاهی اینجور پیش میاد. باید فکر چاره بود. فکر نمی کنم راهی وجود داشته باشه. اینقدر ناامید نباش عزیزم، دنیا که تموم نشده، همه چی درست میشه. آخه چه جوری؟ اون از دست من خیلی عصبانیه، خیال میکنه مخصوصا بهش نگفتم. قصه نخور، ناراحت نباش عزیزم، من خودم ترتیبشو میدم. مادر الان چند روز اخمات تو همه، مگه چی شده؟ پاشو لباستو در بیار. ما همیشه باس لباسن اون باشه و آماده به خدمت. رو پیشنمون نوشته، اصلا فعلم که حوصله‌شو ندارم. بگو دیگه. ببین مادر، تو که به این زودی ناراحت نمیشدی. آخه ما الان کار خیر داریم، عروسی خواهرته. آخه اون بیچاره منتظر جوابن. مگه من باز جواب بدم؟ تو مادری اختیارش داری، چون همه دونم یه چیزی بگو ردش کن بره دیگه. سلام علیکم. چه؟ کی بود؟ داداش از انجمن خیریه براتون کارت دعوت کرد. عوضی نباشه؟ چرا؟ آخه واسه ما چرا؟ سلام سرکار جون. سلام اینجا ونسا، چی شده؟ حالتون خوبه؟ این کارت دعوت رو برای شما فرستادم. برای من؟ فرمایشی دیگه نداری؟ قربان تو، یادت باشه بعد از این بیا با تو آدم بده. چیز میزی نداریش پیش این دوشه؟ مادر واسم اون کارت دعوت اومده. راستی راستی ما رو دعوت کردم. آره پسرم. پس ما گندی شدیم، یعنی اینقدر گندی شدیم. عجیبه. میمناسی بدی در گذشتی سالیانی جشن مؤسسه خیریه هسته. سروران گرامی، از اینکه با تشریف فرمایی خودتون بچه های ما رو خوشحال کردین بی نهایت متشکرم، چون این کوچولوها فقط به محبت شما نیاز دارن. ما تا به حال دخترای زیادی به جامعه تحویل دادیم که همه اونها برای شوهراشون کانون گرم خانواده درست کردن و تعداد زیادی هم با استعداد هنری که داشتن به حال اجتماع ما مفید بوده و هستند. بین این عده خیاط، نقاش، آهنگساز، شاعر و حتی خواننده هم هست که همه به خاطر زندگی شرافتمندانه در اجتماع روی پای خودشون ایستادن. خوانندگی هم مثل بقیه هنرها یک ودیعه خدادادی است و اگه فردی از این راه زندگی خودش رو تأمین کنه، گناهی مرتکب نشده. یکی از این فرشتگان معصوم هنگامه. او به خاطر این بچه هاست که به هنرش ادامه میده. امیدوارم همونطوری که ما دوستش داریم شما هم دوستش داشته باشیم و به هنر و نجابتش احترام بذارید. حالا این شما و این هم خانم هنگامه. چه کنم دوست دارم میگم به من سر میزنی، خاطر خواهی همه چی شلابه، عاشق نشی که خونه خرابه، بی تو دلم وا نمیشه، شادی به من حرومه،
اگه به من دست بکش کار دلم تمومه. پای چپ بیا دیگه بیا یارو نبودی که بار میکنش بکنش آخه هیچ کس نبود بیا بفرم خودش بودا شرم مبارک باشی فکریان نه مستریان الان تو دل عروس قنداب میکنه خدا دل همه دخترها قنداب کنه ممدن خان نمیدونم چی کار کنه عروسی خواهرش هم دنبال انجام وظیفه است آقا ما حاضریم والله هم شیرم ما هم حاضریم عبابه این تشریف نیاوردن سین آقایون کجا هستن؟ الان پیداشون میشه ما صلی علی محمد ایوانی داشتیم لیفت تابونو مرا تو تر بزن آخش راجو راشو بزن لیفت زیر کف گم میشدم اپریز 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 کنشد آخی لیفت نابی نابیشم سابون 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 بفرمی سابون بده بده سابون سابون بده دست یازده همه دارم میزن سالی یه دفعه هموم همین نرم داره بله من صابون بابا تو الان دادی بگی صابون قورو شما مال مفت میگی بیز بری من نریز بری من نریز بری من کف بریز کف بریز کف بریز صابونه کو کف اونی صابونه؟ آقا صابونی شما؟ نخی پیشی من نیست نزدیم رادش کن بیه صابونه این بقله بگی بیا بفرمایی هم بگیریش خیلی ممنون قربون دست مصرف صابون داره این آقا
آب بریز، آب بریز، آب بریز، آب بریز، کل شدم، آب بریز، آب، آب بریز، بابا آب بریز، آب بابا خدا مور شد بعد با آخش آب که آخش رفت تا سال دیگه خداحافظ قربونت برم آقا خداحافظ سلام آقا قربون شما خوشی چی؟ خوش کنی بیا لازم نکرده خودم میرم زیر دوش ای؟ من میرم یالا کسی جلو ما نباشه کردم بیلی شده یه تمومه یالا آقا ببخشی بیچاره بینه کفی مفی نشیده داشت اختیار شما مواظب به اون چیزا باشتا خیلی ممنون لیز میخوری اره خدا خوش یال یکوتش نوه به در درسی میخوری روبش میکنم یا الله بفرم لحموم من صاحب کتو میدی خدافیز آخه آی دوست دوست کتمو بردن کتمو بردن کتمو بردن آی دوست یعنی جارو ایست آیا حاضرید شما را بغد آقای محمود پنج طلا در بیاورم؟ به دایی وکالت می دهید شما را بغد آقای محمود پنج طلا در بیاورم؟ بله مبارکت مبارکت بله خودمی خواهد بشی برم مبارکت یکی مبارکت مبارکت ممنون راست رو در نکنه بفرمی راستی استامو چی بود؟ قابلی نداره بفرمی پس یادم به نوز بهت بدم ای به چشم نظر رو همه زیاد کنه چشم قرون دستت این صورت ما رو یه صفایی بده خیلی جنگی ها چشم عجله دارم زیاد طولش ندهی خب حالتا چطوری؟ ای مگه حالی با آدم میمونه نه والا چطور شده مگه چی شده؟ یکی دوسته فقره دوزی و همچونی کلافم کرده چند روز یکی حال اولا میگرفته بیا مرونت شما حساب آقا رو برست باقیشم مال خودت بزو پای انامه اما به جون شما تا یکی دو ماهی دیگه این محل رو میکنم این دسته یک خدا عمرتون بده چی شما؟ چی شما؟ خودش کپ حال حسابو بفرمیدی زفتش قدم های مشکل سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر کنیم جا تشکر کنیم عرفی رو بر کردیم نه قربان اومدم بیرون منتظر شما بفرمید خیلی خوش اومدیم عرفی تبریک بگم خرم بر مرمی کامل خوش اومدی بفرمید سلام سلام از بنده هست حمل و نقلش با این بود سلام رزا جان با فرما آخید منتظر بسه جمعه رو بکن ببینم به قربان این شما برادر داماد هستن البته با اجازه همه سمت مدری هم در خیلی شایست کرد است اگر امشب بیشتر انگشت بزنم من نمی کنم امشب خواهش می کنم به من مباری خورم بفرما قربان بفرما جناب شه با کولا و بی کولا خوش اومدید بفرما 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 مادر تو کجایی عقدم تموم شد یا الله شما هم امکان بفرمایید وای جناب مبارکی سلامتی داداش بلوچر زاد داداش صدا نامه بنویسان نری حاجی
جناب علی چرا همش مشکلی رو کبای مغز با آدم فکر منو بدبخت بیچاره رو بکن تا بیو بریم با برادر عروس صحبت بکن تو چه کلمات بزن هم پدری بکن هم مادری با اجازه عروس خانم دعوت جد را الان خدمت میرسه یه عرض خصوصیه آجی سعادت من باشی بیا دیگه این قابل تو رو نداره به خوبی خودت بعد خوبش رو میبخشی دو دستی طرف رو بچست آی دکتر شما باز خوب تبابت کنی خیلی خوش شما برای من معرفی میکنم برای من نگه کن یکی از یکی محتر ماشالله یا میخوام بیا بی 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 بیاریم با مایوانه تو مبارکی دیلم میخواد اون عرض خصوصی رو خدمتم بکنم عرض کردم که دوتا عرض خصوصی دوتا قلم داشته میخواستم خیلی خوب باز وقت گیر بردی بیبریم اون اتاق بگو عرض خصوصی رو همینجا بگوی اونجا باشه بریم پسرم اونقدر هم کینه ای نیست یا خانده داشت ببین کی اومده خوشگل محلمون هنگام خانم ای وای چرا اخم کردی؟ برو بابا وا چه بد اخلاقه الان میرم حسابش رو نه خانم خوب نیست شما به مهموناتون برسید این حقیقت باید بین خودمون حل بشه سلام کی گفت بیا اینجا؟ بذار من باید حرف بزنم من حرفی ندارم با کسی بزنم تو هر بلایی خواستی سر من آوردی دیگه چی میخواد؟ اون شب تو جشن خیریه چه نقشه ای داشتی؟ تو گفتی اونا من خون آدم رو دعوت کردن میخواستی چیکار کنی؟ میخواستی جلوی مردم خودتو به رخ من بکشی؟ نه باور کن من میخواستم تو حقیقتو بفهمی همین کدوم حقیقت؟ داد و قال نکن من دلی خواهد ما خودمون حقیقتو فهمیدیم وقتی تو رفتی ما از همه چیز آگاه شدیم پسرم اون تو رو دوست داره این دختر لایق به همه جا برسه حتی عروس من بشه نه مادر اون شما رو گول زده ممدلی خان شما اشتباه میکنید من به مادر شما ثابت کردم که هنگام دختر پاک و نجیبیه اون لیاقت شما رو داره بیا امشب شب خوبیه عروسی خواهرته بگین بخندین هنگام عروس منه مگه نه پسرم دستشو بگیر مادر به خدا عروس مقبولیه مگه نه هرچی بزرگترا بگن همون درسته خب حالا از کجا شروع بکنیم از ناز و کرشمه سلام خیلی متشکرم ماشاءالله به این لحظ برادر داماد من وزیفی برادری من جمعه بیفرد شستی چی شده؟
تمام درهای خروجی رو یکی یه پاسبان بذار، چون ممکنه بعضی شام نخورده برن. تا من نگفتم کسی نمیره بیرون. یه خودی خودتو قایم نکن، دیدم تو اومدی تو این اتاق. میگیرمت، اگه همه اساسی این اتاق آتیش بزنم میگیرمت، دیگه نمیذارم فرار کنی. آتیش نزن، عروسیرم به هم نرس، من تسلیم، هر جا بخوای میام، اما یه شرط داری. من اهل شرط و مرد نیستم، کسی که مال مردم رو ببره و به صغیر و کبیر رحم نکنه باید به بدترین بچه مجازات بشه. تو تمام ناحیه منو به هم ریختی، اگه یه دوز حسابی بودی دلم نمیسوخت. من میفهمم تو مرض داری، دیوونه ای، حیوونی. توهین نکن یواشتر، من حیوون نیستم، من انسونم. دوز آفریده نشدم، سرنوشتم، زندگی، معاشرتم منو دوز برآوردی. وقتی فهمیدم که دیگه اجتماع قبولم نداشت. اینا همش عذر و بهانه است. تو اگه میخواستی میتونستی واسه خودت و کسکارت آدم باشی. همه ای اهل محل از دست دل دوزی های تو کلافن، از دیوار مردم میری بالا، اون وقت تفسیرشو گردن اجتماع میذاری. بیافت جلو، این دفعه رو ندید بگیر. ایوا شماها اینجا، ما داریم دنبالتون میگردیم. حاج خانم، ممدلی خان چرا هفتیر کشیده مثل که دوز گرفته؟ نه چیزی نیست، میخواست به من بگه چطوری دوز میگیرن. آره نمیفهمم شما چی میگی. با باز که شوخیت گرفته مادر. آقا رضا برادر دوماد. برادر دوما؟ بله. یعنی این آقا برادر؟ بله یعنی خواهری شما، آبجی شما زن برادر منه. بهتون تبریک میگم، برادر دومادشون هست. قبلا به هم معرفی شدیم. شما مهمونا رو ول کردین اومدین ببینیم ما چی میگیم. بیاریم ما چند کلمه با هم صحبت داریم. حتما حرفای خصوصی داریم. آره جونم خصوصیه. خیلی خوب، بریم بذاری حرفاشون راحت بزنن. آره خواهتون رستن کن. خیلی چاکی، من تو رو تعبیل میدم و این عروسی رو به هم میزنم. به هم میزنی؟ چرا؟ چرا؟ بعد یه عمر زحمت و با آبرو زندگی کردن، حالا بیام با خانواده یه دوز وصلت کنم؟ تو کلانتری به من چی میگم؟ ولی برادر من دوزده نیست، اون امسال دکتره میشه. حساب تو برادر جداست. خب چرا میخوای کانون خوشبختی اونو به هم بریزی؟ اونا جوونن، آرزو دارند، نظر اونا سرشیک بسته بشن. سرطور لا پسر تو کلت، مگه خاک عره ریختن؟ سرشیکسته بشن یا نشن به من چه مربوطه؟ من وظیفم اینه که دزدو بگیرم، حالا تو میگی ولم کن. خیلی خب، خودم رو میگیرم. نزنیش که نمیدونه من اینجا دزدم. این اتفاق برای همه میفته، اما بالاخره نظام زندگی و شهر و محلم به همه چیزا وابستگی داره. منم یه وظیفه‌ای دارم. خیلی خوب سرکار، وظیفه تو انجام بده، من تسلیمم. فقط چند ساعت صبر کن تا این عروسی تموم بشه. اونا جوونن، هم برادر من هم خواهر تو. خواهش میکنم، التماس میکنم، به خاطر خودت و خواهرت خواهش میکنم، سماجت نکن. چرا؟ بسیار خوب. قربونی تو. پس قول بده که فرار نکنی. قولی میدم. از پهلو منم جایی نمیری. از پهلو جات نمیری. دستتم تو دست من باید باشه. باشه هرچی شما بگین. آره باشه. حالا مثل فامیل بیا من بذار صورت ده ببوسم. نه خیلی خوب، بذار بینم کسی نبینه. ببوس. حالا به علامت گمیخیشی تو مال منو ببوس. رو رو برام. آره بیار جلو بزرم. یا لطوت باش دیگه. حالا با هم بریم تو زیافه. باشه بریم. Let's go. سخت نگیر. با اجازه سرکار ممدلی خان میخوام آقا رضا به عنوان برادر داماد برقصنیم شه. قربان تو برم، با اجازه. بیا ببینم رسا جان. هن ببین. آها هاری واری واری. یعنی ممکنه دوزو پیدا بشی؟ بله، پیداش میکنم. چه کنم؟ برم به امید خدا دیگه رفتم.
گلوله کوله ریش و فاجی چیه؟ انگار دوست گرفته خانم ها آقایون اگه تا این ساعت بهتون بد گذشته به خوبی خودتون میبخشید شرمندم نکنین خواهش میکنم من از طرف خودم و برادر داماد به همه مهمونا خوش آمد میگم و به خاطر اینکه بدونین ما دو خانواده چقدر به هم علاقمند هستیم و با هم نزدیکیم این دستبند رو به دست هم میزنیم تا هیچکی نتونه ما رو از هم جدا بکنه یعنی در واقع یه روحی در دو بدن سجن. این روح سرگشته رو جان من نجات بده ده پنل بگو بگو دیه من مردم بگو هنه مگه اینا میدونه که تو نه سرکار جون اون من آدم درستی میدونه خواهر شما رو دوست داره میخواد با اون عروسی کنه چی میگه کاسقا قربان اگر اونی که من گفتم گفته باشد راست میگه بالاخره گفتی خب زودتر میگفتی مرد خیلی خب باشه بعد صحبت میکنیم بعد میری لباس عروسی میخرین بعدم عروسی میکنیم قربان اول عروسی میکنیم بعد حرف میزنیم بعد میریم لباس میخریم راحت تره بخونده آخه بابا مام دل داری مبارکتون باشه Thank you.